دور حال خوب بحث به انحراف میره شاید، مثلا میشه صفویه. ببینید مثلا تو تاریخ وقتی نگاه بکنیم، ما تقریبا از دور شاه طهماسب تا اواسط شاه عباس دوره حال خوشمونه. از اواسط شاه عباس ورود در بدحالی پیدا میکنیم، این بدحالی ما ختم میشه به اینی که شاه سلطان حسین با یه تقه از هم میپاشه، از هم میپاشه. در دوره بعدش، در دوره قاجار، شما از دوره فتحعلی‌شاه تا تقریبا نیمه ناصرالدین‌شاه دوره حال خوش ماست، علارق اون شکستا، همه اونا. چنانچه شما وقتی نگاه بکنید آثارش رو نگاه بکنید، ما یکی از بزرگترین توسعه شهریمون در دوره فتحعلی‌شاه است. توسعه شهری یعنی چی؟ یعنی توسعه مدنیت، یعنی توسعه فرهنگ، یعنی توسعه هنر، یعنی توسعه این چیزا. متاسفانه ما دوره قاجار رو از پشت عینک دوره پهلوی داریم بهش نگاه میکنیم. این جلو چشممون مسجد آقا بزرگ مثلا هست، ولی اینو نسبت نمیدیم به اون دوران و فکر میکنیم وقتی ما داریم دوره قاجار داریم صحبت میکنیم، پادشاهانش داریم صحبت میکنیم، احوال یه ملت داریم صحبت میکنیم. احوال اینکه سایه ترکمانشاه گلستان و حضور قوای بیگانه و ضعف دولت مرکزی آنقدر درد تحقیر رو به جان ما انداخته که چشمون رو بله وجودش می‌بنده. اون تلخی که ما از قرارداد ترکمانشاه گلستان احساس می‌کنیم بیشتر در دوره پهلویه. قبلش انقدر سی تلخی نمی‌کردیم. اونم واسه چی انقدر زهر تو این قهوه می‌ریزن؟ واسه اینکه ما منصرف بشیم از دوره قاجار بزنیم. پایان شما برید تو موزه ملی ایران، توی موزه دوران اسلامیش یه دونه تابلو هست روش به جنگ گنجه. جنگ گنجه هم روز جنگای ایران و روس دیگه. ببینید چطوری نقاشی کردن. این زمانی نقاشی شده که حتما ترکمنشاه گلستان هم قراردادش امضا شده. نقاش چطوری میدیده؟ چه فهمی داشته از موضوع؟ آیا توش نگاه تحقیر داره؟ یعنی ما خاک تو سر شدیم؟ اصلا همچیز رو نمیبینیم. مال همون دوره است. خاک تو سر کلوته شدیم. خب در حالی بخش بزرگی از کشور بعد از جهت دریافت کلی دارم میگم. ببینید جالبه، حالا من نمیخوام دیگه وارد این بحثا بشیم. جنگ ایران و روس جنگ آذربایجان و روسه. ما بهش میگیم جنگ ایران و روس. مثلا خراسان در این جنگ حضور داشته؟ نه. مثلا تنگستانی ها در این جنگ حضور داشتن؟ نه. مثلا لورها در این مثلا ایلات بختیاری و قشقایی نه در این جنگ حضور داشتن؟ نه. مثلا کردها در این جنگ حضور داشتن؟ نه. این جنگ آذربایجان بوده با روسیه. از نظر فهم جامعه ایرانی، از نظر فهم حکومت مرکزی یه جنگ منطقه‌ای بوده. در صورتی که ما عبادش کجا میبریم؟ ملیش میکنیم، ملیش میکنیم، بین المللیش میکنیم. حتی قبل از اینکه دولت ملتی ایجاد شده باشه و اصلا واقع بینانه نگاه بکنیم، ما شرایط اون زمانه جهان رو نگاه بکنیم ببینیم، یعنی میشد مثلا قفقاز رو حفظ کرد؟ میشد؟ یعنی یه خورده زیاد خواهی نیست؟ بله میشه. ما مدعی اصلا قلمرو هخامنشی هم بشیم. ما میتونیم مدعی قلمرو مثلا یه نه نادر بشیم. چرا سر مثلا افغانستان انقدر ما چیز نداریم، انقدر قصه نمیخوریم که افغانستان رو از دست دادیم که اونجا رو داریم سرش علم شنگی میکنیم؟ افغانستان که خیلی به ما نزدیکتره. که فیلم یه توطئه‌ای در کاره، مگه جنوب خلیج فارس ما از دست ندادیم؟ چرا سر این انقدر قصه نمیخوریم؟ یعنی در اون مقطعی که شروع میکنن این بازی رو در آوردن، این ذهنیت جامعه پمپاش کردن، همین خود این عراق و
مگه این عراق همش دست عثمانی بوده؟ می در دوره نادر تا کنار فرات مگه مال ایران نبوده؟ چرا ما قصه نمی خوریم خیلی؟ همون یه تیکر قصه می خوریم. جالبه هر جا به انگلیس ربط داره ما قصه نمی خوریم.